همکارم اشکان صفایی از اورشلیم همراه ماست. اشکان، ابتدا درباره این تمرین نظامی نیروی هوایی اسرائیل بیشتر از تو بشنویم. بله، خب این تمرینی که دیروز اعلام شد که انجام خواهد شد بخشی هست از رزمایش بزرگ عرابه های آتش، رزمایشی حدود یک ماه طول میکشه و بزرگترین رزمایش تاریخ اسرائیل. از همونطوری که گفتید این بخش از رزمایش در قبرس انجام خواهد شد. به گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل ده ها فروند جنگنده در اون شرکت خواهند داشت. برای اولین بار هست که دست کم در طول 10 سال گذشته که به این شکل به صورت عملی و کامل یک برنامه عملیاتی رو برای حمله احتمالی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی نیروی هوایی اسرائیل تمرین خواهد کرد. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گفته که در این رزمایش نیروی هوایی ایالات متحده هم در این بخشش با فرستادن هواپیماهای سوخت‌رسان شرکت خواهد کرد. اگر این گزارش کانال 13 اسرائیل درست باشه، این اولین بار خواهد بود که در واقع آمریکایی‌ها به صورت عملی در یک رزمایش اسرائیلی برای حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران شرکت می‌کنند. آخرین باری که اسرائیل یک در واقع تمرین این چنینی در سطح بسیار کوچکتر انجام داد 10 سال پیش بود که اون موقع احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران بسیار بالا بود. در اون زمان خب در واقع آمریکایی‌ها در اون شرکت نکردند. به گفته کانال 13 شرکت احتمالی هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی این پیام رو برای جمهوری اسلامی خواهد داشت که در صورت حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران، حتی اگر آمریکا با فرستادن جنگنده‌های خودش در چنین حمله‌ای شرکت نکنه، میتونه به اشکال و طرق دیگه‌ای از چنین حمله‌ای حمایت بکنه. خب اشکان، درباره سفر بنی گانتس به آمریکا چه جزئیات بیشتری می‌دونی؟ بله، خب گانتس خودش امروز ساعتی پیش از اینکه اسرائیل رو ترک کنه گفت که محور اصلی گفتگوها در واقع افزایش همکاری بین اسرائیل و ایالات متحده، همکاری‌های امنیتی و دفاعی برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و در رأس اونها ایران خواهد بود. به گفته کارشناسان در اسرائیل، مقامات نظامی این کشور بسیار از این موضوع ناخرسند هستند که آمریکا یک برنامه عملی برای حمله به ایران ارائه نداده. سپاسگزارم از توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم همراه ما بودیم.